سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. با یک خبر دیگه از اخبار فرانسه در خدمتتون هستم. اگر کانال رو دنبال کرده باشید، در 2 روز گذشته خبری که رسانه‌های فرانسوی رو در شوک فرو برده بود و همچنین مردم این کشور رو، کار کردیم و همین الان هم که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، تمامی رسانه‌های فرانسه مشغول پوشش لحظه به لحظه این خبر هستن. اون هم کشته شدن فرد 17 ساله‌ای به دست پلیس هست که باعث ناآرامی در سراسر فرانسه شده. بعضی از شهرها رسما حکومت نظامی برقرار شده و مردم اجازه ندارن بعد از ساعت 9 شب تا 8 صبح بیرون بیان، و اگر که میان بایستی حتما جوسیفیکتیف داشته باشن، یعنی توجیهی باشه برای بیرون اومدنشون. منع مقررات رفت و آمد شده در این شهرها و اتوبوس ها و حمل و نقل عمومی در برخی از شهرها، اون بخش شبانش فعلا به طور موقت برداشته شده. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در این زمینه موضع گرفته که در این ویدیو با هم دیگه این مطالب رو بررسی خواهیم کرد، و همچنین آخرین خبرهایی مربوط به ناآرامی ها در فرانسه. اما پیش از اینکه این ویدیو رو ببینیم، اگر که این ویدیو رو دوست دارید، سپاسگزار میشم که اون رو لایک بکنید، و اگر هنوز عضو کانال یوتیوب ما نشدید، میتونید با زدن بر روی دکمه سابسکرایب عضو کانال یوتیوب ما بشید تا از جدیدترین ویدیوها زودتر از دیگران مطلع بشید. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. خب دوستان، روزنامه فیگارو عصر پنجشنبه اعلام کرد که شهر کلمغ در شهرستان اودوسن و همچنین شهر کمپین واقع در شهرستان اواس رسما حکومت نظامی برقرار کردن و از ساعت 9 شب تا 6 صبح، یعنی از امروز پنجشنبه 29 ژوئن تا صبح روز دوشنبه، نمیتونن، یعنی مقررات منع رفت و آمد صادر شده. مسئولان شهرداری کلمغ دلیل این محدودیت رو واکنشی به خشونت اعمال شده در شب گذشته اعلام کردن که موجب سوختن قطاری از وسایل نقلیه و سطح‌های زباله در این شهر شده. این بر اساس این گزارش، روز چهارشنبه همونطور که گفتم یک قطار تراموا هم در این شهر به آتش کشیده شد. همچنین مسئولان شهر کمپین واقع در شهرستان اواز هم از عصر امروز تا صبح دوشنبه از ساعت 10 تا 6 صبح منع رفت و آمد برای افراد زیر 16 سالی که بدون همراه یا نماینده قانونی تردد بکنن اعلام کردن. در همین زمینه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دومین نشست اضطراری کابینه فرانسه، آشوبگرانی که حالا به گفته آقای مکرون این آشوبگران رو محکوم و اونها رو متهم کرد که از مرگ نوجوان 17 ساله‌ای که توسط پلیس کشته شده برای ایجاد بی‌نظمی در کشور سوء استفاده کردن. آقای مکرون از والدین خواستش که فرزندان خودشون رو از اونچه که او آشوب‌ها خونده دور نگه دارن و گفت که از رسانه‌های اجتماعی به ویژه تیک تاک و اسنپ چت خواسته میشه که محتوایی رو که به خشونت دامن میزنه از این پلتفرم‌ها حذف بکنه. او همچنین از رؤسای این شرکت‌ها خواسته که هویت کسانی رو از شبکه‌های اجتماعی برای ترویج بی‌نظمی و خشونت استفاده می‌کنن به مقامات فرانسه افشا کنن. رئیس جمهور فرانسه همچنین در نشست اضطراری عصر امروز پنجشنبه گفت که نیروهای بیشتری برای مهار خشونت مستقر خواهند شد، اما از اعلام وضعیت اضطراری در این کشور خودداری کرد. آقای مکرون گفت که حدود 1/3 از کسانی که به دلیل شرکت در خشونت‌ها دستگیر شدن جوان و نوجوان هستند. او به والدین گفت که این مسئولیت آنهاست که فرزندانشون رو در خونه نگه دارن. بر اساس گزارش‌ها شب گذشته بیش از 870 نفر دستگیر شدند. دولت فرانسه هم از استقرار خودروهای زرهی پلیس برای مقابله با ناآرامی‌های خشونت‌آمیز خبر داده. در تلاش برای جلوگیری از بروز چهارمین شب متوالی اعتراضات خشونت آمیز، بسیاری از رویدادها و ایونمان هایی که تو پاریس هستش لغو شده و همچنین به اتوبوس ها و تراموا ها دستور داده شده تا عصر امروز فعالیت خودشون رو متوقف کنن. از شهرهای لیل و روبه در شمال تا مارسی در جنوب، مغازه ها در سراسر فرانسه ظرف یک شب غارت شدن، خیابان ها به شدت آسیب دیدن و خودروها به آتش کشیده شدن. حمل و نقل عمومی در برخی از شهرها زودتر از موعد فعالیت خودشون رو متوقف کردن. امروز هم وزیر کشور فرانسه گفته که اتوبوس‌ها و تراموا‌ها در سراسر کشور
بهتره که از ساعت 9 به وقت محلی دست از کار بکشن. البته این فقط توصیه بوده و فقط در اون شهرهایی که اعلام کردم به صورت اجرایی و حکم قانونی هستش که تا صبح دوشنبه منع تردد رفت آمد و لغو خدمات اتوبوسرانی و خدمات حمل و نقل در فرانسه اعلام شده. پاریس هم مثل بسیاری از شهرها مرکز ناآرامی بوده. خود شهر نانتق هم که جایی که این نوجوان 17 ساله کشته شد صحنه اعتراضات خیلی خشونت‌آمیزی بوده. تا همین الان هم که داریم این ویدیو رو ضبط میکنیم من دیدم شبکه‌هایی هستن که توی اینستاگرام به صورت مستقیم دارن از این ناآرامی‌ها فیلم میگیرن و پخش میکنن. الیزابت بورن نخست وزیر هم گفته که دولت در حال بررسی همه گزینه‌هاست، اما بعضی از وزرای کابینه آقای مکرون با اعلام وضعیت فوق‌العاده مخالفت کردن. این در حالی که سیاستمداران راستگرا و راست افراطی خواستار اعلام وضعیت فوق‌العاده در فرانسه شدند. در همین حال دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفته که خشونت‌هایی که در پی تیراندازی در نانتق رخ داده نشون میده که فرانسه باید به مسائل عمیق نژادپرستی در اجرای قانون رسیدگی کنه. سخنگوی سازمان ملل امروز در ژنو از مقامات فرانسوی خواسته که اطمینان حاصل کنند که مقابله پلیس با معترضان از راه‌های قانونی و بدون تبعیض خواهد بود. این مقام سازمان ملل همچنین بر اهمیت تجمعات مسالمت‌آمیز تاکید کرده. روز گذشته هم راهپیمایی‌های گسترده‌ای به رهبری مادر این نوجوان کشته شده در نانتق برگزار شد. شهر نانتق همونطور که گفتم شاهد شدیدترین ناآرامی‌ها بوده از زمان کشته شدن این جوان 17 ساله. گزارش شده که در سراسر فرانسه برای کنترل خشونت‌ها 40,000 نیرو مستقر شده. حمل و نقل عمومی و تراموا هم دیشب از پاریس از ساعت 9 شب دیگه در دسترس نبود. در شهرهای لیل و تور هم دیشب تدابیر مشابهی به اجرا گذاشته شد. بر اساس اعلام وزیر کشور فرانسه تنها در درگیری‌های چهارشنبه شب 170 نیروی پلیس مجروح شدن. مرگ این نوجوان باعث ایجاد بحث‌های گسترده‌تری در مورد قدرت پلیس و رابطه بین مقامات و مردم در مناطق حومه شهرها در فرانسه شده که احساس می‌کنند از مراکز شهری مرفه کشور جدا شدن. وکیل خانواده این نوجوان کشته شده هم اعلام کرده که در واقع یک قانون و سیستم قضایی کشور فرانسه داره که از نیروهای پلیس محافظت می‌کنه و فرهنگ معافیت از مجازات رو در فرانسه ایجاد میکنه. گزارش شده که پلیس مسئول این تیراندازی که هماکنون در بازداشت به سر میبره از خانواده این نوجوان عذرخواهی کرده. او گفته که به این نوجوان شلیک کرده چون احساس میکرده که جونش در خطر بوده. این پلیس فعلا به اتهام قتل عمد در بازداشت هستش. وکیل این پلیس گفته که موکلش با رعایت کامل قانون اقدام به شلیک کرده. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر که این ویدیو رو دوست داشتید سپاسگزار میشم که اون رو لایک بکنید. اگر هم هنوز عضو کانال یوتیوب ما نشدید میتونید با زدن بر روی دکمه سابسکرایب عضو کانال یوتیوب ما بشید تا از جدیدترین ویدیوها زودتر از دیگران مطلع بشید. تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.